باشی کی میکشه، حساب باشی کی میپزه، آشپز باشی کی میخوره، حکیم باشی شما بینندگان عزیز. برنامه رو ادامه میدیم، برنامه امشب کوتاه خواهد بود. من عذر میخوام از هموطن عزیز که جای پدر من هستن تماس گرفته بودن و قرار بود که امشب روی خط بریم، عذر میخوام آقای امیر عزیز، شاید امشب شب خوبی نباشه برای اینکه راجع به همیاری صحبت کنیم، برای اینکه من فکر میکنم اگر همیاری برای من یا برای این تلویزیون به خاطر دسته و گروه دینی یا سیاسی میخواد باشه چیزی نمیارزه. اگه همیاری شما برای ایرانه، درود بر شما میفرستم. اما اگر فکر کردین من اینجا هستم با اسلام دارم میجنگم برای که دین دیگه ای رو فکر میکنین من دارم تبلیغ میکنم، اونجاست که اشتباه میکنین. دین پایه کثافته و سردستشون اسلامه. تمام دین ها، تمام این کتاب های آسمانی پشیزی نمیارزن تا وقتی که اینو درک نکنین که من از چه جا اومدم و دارم به شما چی میگم کمک. اگر به خاطر دینتون که فکر میکنین من به اسلام میپرم دارین کمک میکنین، من تا حالا نپرسیدم شما چه دینی دارین نه چه چیزی دارین، نکنین، برای اینکه دارین اشتباه میکنین. ایران ما باید آزاد از دین بشه. حرف درست میخواین؟ برو فکرت درست کن، برو رفتارت درست کن، برو گفتارت درست کن دیگه. از این بالاتر سه تا کلمه، سه تا جمله گفته شده، تمام این دین ها کتاب آوردن نمیتونن جلوی این سه تا وایسن. دینم نیست. اگر میبینی من اینجا میذارم برای اینکه من باور ندارم این دینه، این روش خردمندانه ایرانیه. همین سه تا اگر این دینه من نوکرشم. اما این دین نگفته بکش، گفته خوب فکر کن، نگفته تو سرت بزن، گفته خوب حرف بزن. این دینه، این خرده، نه پیغمبر
نه چیزی. میخوای احتیاج به یک دستاوری یه چیزی داری آویزون شو بهش، آویزون شو به این ایرانیه قشنگ، به این حرف زیبا. هر کسی آینده ایرانو به دستو و گروهی بفروشه خیانت به ایران کرده. ایران باید مجموعی از همش بشه. هر کسی که ایرانو بخواد از یک دینی به دین دیگه ببره خیانت کرده. ایران باید ایرانی باشه، خصوصیه. نباید بتونی حکومت کنه، نباید بتونه بیا تبلیغ کنه. حتی اگر اجازه بدین که دینها سکولاریست بشن، جدا از سیاست بخوان تبلیغ بکنن، به خاطر اینکه مردم 89%شون هنوز ابله و ناخردن، ببخشید ابلن ناخرد هستن، بیخرد هستن، اونا با قدرت میگیرن. اول باید دین از بین بره، ایران آزاد بشه. 100 سال آینده دوست داشتی برو هر غلطی دلت بخواد بکن، شمشیر میخواد تو سر بزنی تو خونت بزن، تو گوه میخوای بیاد تو خیابون قلعه بزنی سر برای امام حسن. بفرمایی رو خالص. آقای امیدوار میگه همه پیغمبران در هر زمانه بکردن دین و مذهب را بهانه. تمام پیروان مذهب و دین شدن قتال یکدیگر. نگردین تعصب آورد مذهب به جانت، ببندد راه دانش در نهانت. چگونه قتل یکدیگر مجاز است، به کشتن دست یکدیگر شده است. همه بدبختی نوع بشر را فقط دین بوده. بنگر تو دین رو، همه ادیان بگوین ما به حقیم، بقیه ناحقن چون ما به حقیم. یا بنگر به این دیوانگی ها، یا بنگر به این وحشیگری ها. حقیقت بود گفتم از برایت، بدین باور نکن ای جان فدایت. قربان دارم، مرسی. من مزدفیستیق آینده در خدمت شما هستم. زنگ بزنین، یه دقیقه وقت دارین سریع صحبت کنین لطفا، اگر صحبتی دارین. مجبور بودم امشب اصلا برنامه رو اون چیزی که در نظر داشتم انجام ندادم، ولی وقت زیاد هست. بفرمایید عزیزم. اگر من بیام سر شما رو ببرم این سیستم چی کار میکنه؟ همون کاری که با جفری دامر کرد. یعنی شما لزوما نباید مذهبی باشید که دولت باهاتون برخورد بکنه. غیر مذهبی هم باشید، قوانین حاکمیتش اجرا میکنه. نه باید این منظور نه مطمئن نه منظورتون بفهمه. یه باری ببینید درست کردم که چون من به روشی که شما اتخاذ کردید یه مقدار من مشکل دارم، و یعنی حق صحبتتون و حق اظهار بیانتون رو من همواره اجر میذارم. روش من چیه؟ روش من چیه؟ در مورد که به این خانم امریکایی که اگر من بیام سر شما رو ببرم شما چی کار میکنید؟ من دارم میگم که همون کاری که این سیستم امریکا با جفری دامر کرد. پس چرا با کسانی که رفتن در افغانستان و عراق دارن میزنن مردم میکشن این کارو نکردن؟ افغانستانی که به خاک خون کشیدن. خب پس چرا اینا رو محاکمه نمی کنن؟ چرا کارتر نه عزیز من، کارتر وقتی که حکومت ایران عوض کرد، یا بوش وقتی که به عراق حمله کرد، آیا اینها کتاب قرآن و عقاید اینا رو آتیش زدن و سوزوندن یا نه؟ آقا اصلا عرض کردم که کتاب به عنوان یه چیزی که چاپ بشه که ارزش نداره. نه می دونم عزیز من، من می دونم، ولی من میخوام اینو بگم، اگر ما در یک قانونی به یک چیزی احترام میذاریم، باید در تمام نقاط دیگه نمیتونیم بگیم این قسمتش حالا مجزاه. اگر آمریکا میگه ما باید